فصل 12 قسمت 3. داستانی که در ادامه می شنوید از خاورمیانه می آید. نسخه های مشابه این داستان را صوفیان، بودایی ها و هندوها نیز نقل کردند. مردی بود که اخلاق خیلی تندی داشت و همین امر باعث شده بود تا فرصت ها و دوستان خوبش در زندگی را از دست بدهد. او به خاطر خشمش پیش پیرمرد خردمندی رفت و از او پرسید چطور می توانم این دیو خشم را تحت کنترل درآورم؟ پیرمرد به مرد جوان توصیه کرد که خودش را به آبادی خشکی در بیابان برساند و میان درختان خشکیده آنجا بنشیند و برای هر مسافری که ممکن است به آنجا سفر کند از چاه آب شور بکشد. مرد که می‌خواست بر خشم خودش غلبه کند، به سمت بیابان و درختان خشکیده به راه افتاد. ماه‌ها خودش را در ردای بلندی که او را در برابر طوفان شن محفوظ نگه دارد پیچیده بود. آب شور از چاه می کشید و آن را به کسانی که از آن طرف می گذشتند می داد. سالها گذشت و او دیگر از بدخلقی رنج نمی برد. یک روز یک سوار سیاه پوش به آن آبادی خشکیده رسید و به مردی که به او کاسه آبی تعارف می کرد نگاه حقارت باری کرد. سوار از خوردن آن آب امتناع کرد و به راهش ادامه داد. مرد از خشم کور شد. دوید و سوار را از روی شتر پایین کشید و در جا کشت. و بلا فاصله از اینکه خشمش به او چیره شده بود احساس پشیمانی کرد. مات و مبهوت از کاری که کرده بود. ناگهان سوار دیگری با سرعت به طرف او آمد. نگاهی به چهره مقتول کرد و گفت خدا رو شکر تو مردی رو کشتی که قصد جان پادشاه را کرده بود. همان لحظه آب تیره و شور آبادی خشکیده زلال و شیرین شد و درختان خشکیده سرسبز و غرق در شکوفه های زیبا شدند. این داستان در مورد کشتن آدم ها نیست. به ما می آموزد که خشم خود را نه بی‌رویه بلکه در زمان مناسب بروز دهیم. داستان از آنجا شروع می شود که مرد می آموزد که به دیگران آب یعنی زندگی بدهد. در بیشتر زنان بخشیدن زندگی انگیزه ذاتی محسوب می شود. آنها بیشتر مواقع خیلی خوب از پس آن بر می آیند. اما علاوه بر آن زمانی هم برای خارج کردن خشم هست. زمانی برای بروز خشم درست و بجا. بسیاری از زنان همان اندازه حساس هستند که ماسه ها به موج. همانند درختان به وضعیت هوا. همان اندازه که یک گرگ می تواند حضور موجودی دیگر در قلمروش را از یک کیلومتری احساس کند. استعداد بی‌نظیر این زنان در دیدن، شنیدن، حس کردن، دریافت و انتقال تصاویر و افکار و احساسات به سرعت نور است. بیشتر زنان می توانند تغییرات جزئی در اخلاق دیگران را احساس کنند. می توانند حرکات چهره و بدن را بخوانند. این توانایی را شهود می نامند و اغلب از مجموعه سرنخ‌های کوچک اطلاعاتی می توانند حدس بزنند در ذهن فردی چه می گذرد.
زنان برای استفاده از این استعداد ذاتی وحشی در برابر همه اطلاعات پذیرا و باز هستند. اما همین گشودگی زیادی است که مرزهای آنها را آسیب پذیر می کند و آنان را در معرض جراحات روحی قرار می دهد. همانند مرد داستان درختان خشکیده، یک زن ممکن است کم و بیش همان طور با مسئله خشم روبرو شود. ممکن است زن دچار خشم دوره‌ای باشد و مجبور باشد مدام انتخاب کند که چه رفتاری داشته باشد، یا مانند یک مرده سرد و بیروح شود، یا در حالی که از کلمات دلنشین و نرم استفاده می کند معنای پشت حرفهایش تنبیه گونه یا تحقیرآمیز باشد. ممکن است خواست خود را به کسانی که به او وابسته هستند تحمیل کند، یا آنها را با قطع رابطه یا بیمهری تهدید کند. ممکن است از تشویق و تحسین امتناع کند، یا حتی جایی که باید اعتبار ببخشد از آن خودداری کند و در کل طبق غرایز آسیب دیدهش عمل کند. کسی که چنین رفتاری با دیگران دارد تحت حمله شدید دیو روان خیش است. دیوی که دقیقاً همین رفتار را با او دارد. بسیاری از زنان آسیب دیده تصمیم می گیرند پویشی راه بیندازند و پاکسازی کنند. دیگر حقیر نباشند و بهتر و بخشنده تر باشند. این کاری با ارزش است که اغلب باعث آسودگی خاطر اطرافیان می شود مادامی که زن بیش از حد به الگوی بخشنده شبیه به مرد داستان همسان پنداری نکند. مردی که در بیابان زندگی می کند و با خدمت کردن به دیگران احساس بهتر و بهتری پیدا می کند. او با زندگی یک نواخت و بی‌حاشیه خود هویت کسب می کند. همینطور زنی هم که از مواجه شدن اجتناب می کند احساس بهتری دارد. اما این احساس موقتی است. این چیزی نیست که بتوانیم از آن چیزی بیاموزیم. آموزشی که دنبالش هستیم این است که بدانیم چه وقت به خشم بجا اجازه بروز بدهیم و چه وقت آن را مهار کنیم. این داستان در مورد تلاش برای مقدس ما بودن نیست. در مورد این است که بدانیم چه وقت باید منسجم و طبق رفتار غریزی من عمل کنیم. گرگ ها بیشتر اوقات از مواجهه اجتناب می کنند. اما زمانی که باید از قلمروشان محافظت کنند، زمانی که کسی یا چیزی دائما تعقیبشان می کند یا محاصره می شوند، آن وقت است که به شیوه قدرتمند خودشان عمل می کنند. این اتفاق به ندرت می افتد، اما توانایی بروز این خشم جزء استعدادهای ذاتی آنهاست و باید درمانیز باشد. خشم و عصبانیت طبیعی یک زن چنان هیبتی دارد که باعث ترس و لرز اطرافیانش می شود. اما این بیشتر خشم خود شخص بیننده است که آن را بر روی زنی که خشم بجایی دارد فرافکنی کرده است. زنان در روان غریزی خود این قدرت را دارند که زمانی که خشمشان تحریک شود از روی فکر عمل کنند. و این قدرت واقعی است. خشم یکی از راه‌های درونی برای خلق کردن و حفظ تعادلی است که او برای نگه داشتن و محافظت از عزیزانش از آن بهره می‌برد. حفظ همه آن چیزهایی که واقعاً دوستش دارد. این هم حق زن است و هم در مواقع مهم و در شرایط خاص وظیفه اخلاقی اوست. بسیاری از زنان درون خود یک سرباز خسته از جنگ دارند که دیگر نمی‌خواهد چیزی در مورد جنگ بشنود یا بگوید. اصلاً نمی‌خواهد با این چیزها سر و کار داشته باشد. به این خاطر است که آبادی خشکیده‌ای درون روان او به وجود آمده است. چه در بیرون، چه در درون او، همیشه مکانی خالی و در سکوتی محض است. فقط در حال انتظار کشیدن،
در انتظار قرش، شکستن سکوت، تکان خوردن چیزی که زندگی دوباره خلق کند. مرد داستان در ابتدا از کشتن آن سوار یکه می خورد. اما زمانی که عمق آن را درک می کند، به صحت گفته اولین فکری که به ذهن می رسد درست است می رسد و از شر قاعده بسیار زائده‌ای که می گوید هرگز عصبانی نشو خودش را خلاص می کند. همانطور که در داستان خرس هلال ماه می بینید، روشنگری در زمانی که مشغول انجام دادن عملی هستید رخ نمی دهد، بلکه زمانی رخ می دهد که توهمات نابود شده باشند و شخص بصیرتی نسبت به معنای عمیق آن پیدا کرده باشد. ما خواهان آن هستیم که خشم را به آتشی بدل کنیم برای پختن، نه نابود کردن. دیدیم که کار کردن بر روی خشم را نمیتوان بدون آیین بخشش عملی و کامل کرد. گفتیم که خشم زنان اغلب ناشی از شرایط خانوادگی، فرهنگ پیرامون و گاهی اوقات هم ناشی از اتفاقات دردناکی است که در بزرگسالیشان رخ داده است. اما صرف نظر از سرمنشأ خشم، چیزی که باید رخ بدهد سازماندهی خشم، برکت دادن به آن، محدود کردن و بعد هم رها کردن خشم است. زنانی که عذاب کشیدند اغلب قدرت درک فوق‌العاده عمیق و وسیعی دارند. اگرچه من هرگز آرزو نمی کنم که کسی عذاب بکشد تا به اسرار درونی و بیرونی ناخودآگاهش پی ببرد، اما حقیقت این است که زندگی در میان سرکوب شدید باعث بروز استعدادهایی می شود که این رنج را جبران و از فرد حمایت می کند. زمانی در زندگی همه ما هست که باید تصمیم گیری کنیم، معمولاً در اواسط زندگی و احتمالاً مهمترین تصمیم روحی زندگی آینده امان است و آن این است که آدم تلخی بشویم یا نه. زنان اغلب در اواخر 30 یا اوایل 40 سالگی به این نقطه میرسند. این نقطه جایی است که آنها از همه چیز خسته شده و جانشان به لبشان رسیده است. به جایی رسیدند که بگویند دیگر بس است، دیگر از پا افتادم، خرد و خاکشیر شدم. احتمالاً رویاهای دوران 20 سالگیشان نقش بر آب شده، قلبشان شکسته، ازدواجشان شکست خورده و تعهدشان را شکستند. جسمی که مدتی طولانی زندگی کرده ویرانی را در خود انبار می کند. این چیزی است که اجتناب ناپذیر است. اما اگر زنی به جای اینکه به تلخکامی‌ها فرو برود، به طبیعت غریزی خود بازگردد، حیات دوباره پیدا می‌کند. طول گرگ‌ها یک بار در سال به دنیا می‌آیند. معمولاً آنها موجوداتی کوچک و پرسر و صدا هستند، با چشمانی خواب‌آلود، پوست خز تیره و پوشیده از گل و لای. اما آنها به سرعت بیدار و هوشیار، بازیگوش و دوست داشتنی می شوند و دوست دارند صمیمی و راحت باشند. می خواهند بازی کنند و رشد کنند. زنانی هم که به طبیعت غریزی و خلاق خود برمی گردند، به زندگی برخواهند گشت. این زن هم دلش می خواهد بازی کند. هنوز هم می خواهد هم در عمق و هم در سطح خود رشد کند. اما ابتدا باید پاکسازی کند. غریزه آسیب دیده و خشم. زنان و مردان تمایل دارند سعی کنند که با گفتن این جمله به یک داستان قدیمی یا رویدادی کهنه پایان دهند. من یا او یا آنها بهترین کاری که از دستم، دستش، دستشان برمی آمد را انجام دادم یا انجام داد
یا انجام دادند. اما گفتن این که آنها بهترین کاری که از دستشان برمی آمد را انجام دادند به مفهوم بخشیدن یا گذشتن نیست. حتی اگر این حرف درست هم باشد، امکان شفا را از بین می برد. مثل این است که پارچه ای را روی زخمی عمیق ببندیم. بستن پارچه بعد از مدتی باعث عدم گردش هوا شده و منجر به قانقاریا می شود. انکار خشم و درد بیفایده است. اگر غریزه زنی آسیب دیده باشد، اون نوعاً با چندین چالش در ارتباط با خشم روبرو می شود. اول اینکه او اغلب با تشخیص تهاجم مشکل دارد. او در توجه به تجاوزهایی که به قلمرو او می شود کند است و تا زمانی که خشم بر او غلبه نکرده آن را تشخیص نمی دهد. همانند مرد در آغاز داستان، خشم او به نوعی در کمینش نشسته است. این کندی و عقب ماندگی در نتیجه غرایز آسیب دیده است که به خاطر نصیحت کردن دختران کوچک، عدم توجه به اختلاف نظرها، سعی در صلح جو بودن به هر قیمتی، دخالت نکردن و تحمل درد تا زمانی که همه چیز آرام شود یا به طور موقت حل شود است. این قبیل زنان بر اساس خشمی که احساس می کنند عمل نمی کنند، یا خیلی زود واکنش نشان می دهند، یا هفته ها، ماه ها، یا سال ها بعد با تأخیر تازه تشخیص می دهند که چه کار باید می کردند، می توانستند بکنند یا چه چیزی می توانستند در پاسخ به آن بگویند یا انجام دهند. این حالات معمولاً به خاطر خجالت یا درونگرایی نیست، بلکه به خاطر زیادی سبک سنگین کردن است. فکر کردن زیاد یا overthinking، تلاش برای زیادی خوب بودن به زیان خود شخص و به اندازه کافی عمل نکردن طبق روح و غریزه می باشد. روح وحشی می داند کی و چطور عمل کند به شرط اینکه زن به او گوش کند. پاسخ درست حاوی بصیرت و شفقت درست و بجا و ترکیب این دو نیرو با یکدیگر است. غریزه آسیب دیده را با تمرین وادار کردن به داشتن مرزهای قدرتمند و محکم بودن و در صورت امکان پاسخهای سخاوتمندانه و بخشنده اما قاطعانه دادن می شود و باید درمان کرد. خشم جمعی. خشم جمعی نیز عمل کردی طبیعی است. پدیده ای هست به نام آسیب، غم یا اندوه گروهی. زنانی که به لحاظ اجتماعی، سیاسی یا فرهنگی به آگاهی می رسند، اغلب در می یابند که مجبورند با یک خشم جمعی سر و کار داشته باشند که همواره از درونشان می جوشد. به لحاظ روانشناختی اشکالی ندارد که زنان این خشم را احساس کنند و این خشم را بر علیه بی‌عدالتی و به کارگیری راه‌هایی برای استخراج تغییرات مفید به کار ببرند. اما به لحاظ روانشناختی درست نیست که آنها این خشم را خنثا کنند و برای ایجاد تغییر و تحول فشار نیاورند. خشم جمعی هم مانند خشم فردی مثل یک آموزگار عمل می کند. زنان می توانند با آن مشورت کنند، در تنهایی و در جمع از آن سوال بپرسند و طبق نتایج به دست آمده تصمیم بگیرند و عمل کنند. میان نگه داشتن خشم در حال رشد قدیمی و هم زدن آن با یک کفگیر جدید به منظور دیدن اینکه چه ساختاری دارد و به چه کار می آید تفاوتی هست. از خشم جمعی می توان به عنوان ابزاری برای انگیزه گرفتن، برای جستجو یا حمایت کردن استفاده کرد. برای پیدا کردن راه‌هایی
برای ترغیب گروه یا افراد به گفتگو کردن یا پذیرش مسئولیت، ترقی و پیشرفت. اینها روندهای مؤثر در الگوهای زنانی است که به آگاهی می‌رسند. اهمیت این موارد در این است که باعث می‌شود زنان به آنچه که برایشان ضروری و مهم است اهمیت بدهند. اینها نشان دهنده یک روان سالم است که به بی احترامی، تهدید و آسیب واکنشی عمیق و جدی نشان می‌دهد. چسبیدن به خشم قدیمی. هرگاه خشمی دوباره سد راه افکار و اعمال خلاق شود، باید آن را آرام کرد یا تغییر داد. برای کسانی که زمان قابل توجهی را برای درمان یک اتفاق گذرانده‌اند، حال اینکه این اتفاق به خاطر بی‌رحمی، نادیده گرفته شدن، بی احترامی، بی توجهی یا غرور و تکبر و جهل خود فرد باشد یا به خاطر قضا و قدر، زمانی می رسد که برای آزاد کردن روان و بازگشت به حالت طبیعی آرامش و صلح باید بخشید. درست نیست که تندخویی را به اشتباه به عنوان جانشینی برای یک زندگی پرشور بدانیم. این یک زندگی بهینه نیست. نوعی حالت تدافعی است. نمی خواهم به شما دروغ بگویم که می توانید تمام خشمتان را همین امروز یا در عرض چند هفته پاک کنید و تا همیشه از شر آن خلاص شوید. خشم و عذاب گذشته به شکل دوره‌ای در روان می چرخد و بروز پیدا می کند. اگرچه پاکسازی عمیق بیشتر آسیب ها و خشم های گذشته را از بین می برد، اما باقی مانده آن هرگز به طور کامل از ذهن پاک نمی شود. ولی باقی مانده آن باید خاکستری بسیار سبک به جا بگذارد، نه آتشی مهیب. بنابراین پاکسازی این باقی مانده های خشم باید با آینی بهداشتی و دوره‌ای انجام شود. این کار باعث رهایی می شود، زیرا حمل خشم قدیمی از یک جایی به بعد دیگر بیفایده است و نگه داشتن آن اگر ناخودآگاه هم باشد باعث اضطراب می شود. گاهی اوقات مردم گیج می شوند و فکر می کنند که چسبیدن به یک خشم قدیمی و کهنه به معنای هیاهو کردن و سر و صدا راه انداختن و اقدام به پرت کردن و شکستن چیزهای اطراف است. اما در بیشتر موارد خشم کهنه اینطور بروز پیدا نمی کند، بلکه به صورت خستگی مفرط لایه از بدبینی و نفی چیزهای محبت‌آمیز و امیدوار کننده بروز می کند. یعنی قبل از اینکه دهان باز کنید بترسید. این یعنی رسیدن به نقطه جوش درونی، خواه اینکه نمود بیرونی در شما داشته باشد یا نداشته باشد. یعنی سکوت سنگین بیمارگونه. یعنی احساس درماندگی. اما راهی برای خروج از این وضعیت وجود دارد و این راه بخشیدن است. میگویید آره حتما بخشش. هر کاری حاضرید بکنید به غیر از بخشیدن، اما غالباً میدانید که روزی می آید که می بخشید. شاید تا لحظه مرگ به آن نرسید، اما بالاخره خواهید رسید. در نظر داشته باشید که بسیاری از مردم به این علت با بخشیدن مشکل دارند که فکر می کنند این یک عمل فردی است و یک بار انجام می شود. این طور نیست. بخشش لایه ها و فصل های زیادی دارد. زمانی که به نیمه راه برسید، بقیهش هم به موقع درست می شود. معمولاً آهسته و مرحله به مرحله پیش می رود. مهمترین بخش بخشیدن، اقدام کردن و ادامه دادن آن است. به پایان رساندن آن کاری مادام العمر است. در واقع اگر ما بتوانیم همه چیز را درک کنیم و بفهمیم، همه چیز را می شود بخشید.
اما بیشتر مردم مدت زیادی را باید در آزمایشگاه کیمیاگری بگذارند تا به این حقیقت برسند. درست است. ما شفاگر را داریم. پس باید برای ملاقات با او حوصله کنیم. برخی از مردم ذاتاً راحت تر می توانند ببخشند. برای برخی هم یک استعداد است، اما بیشتر مردم باید آن را به صورت یک مهارت تمرین کنند. اگر به راحتی نمی بخشید شما بد نیستید. اگر هم به راحتی می بخشید قدیس نیستید. هر کدام جایگاه خود را دارد و هر کدام زمان خود را.